سالاری رو بتونن به پیش ببرن. ولی بعد از 1400 سال کشورهای اسلامی، حالا چه 56 کشور اسلامی یا 22 کشور عربی، هنوز موفق نشدن. و آن اندیشه دیالکتیک تلمودی و آنی که بعد از 2000 سال با وجود این که کتابت یهود و کتاب مقدس رو ما به عنوان زیربنای فکری جامعه بشری و ده فرمان داشتیم که آیین محمدی و آیین عیسوی بر آن مستحکم هست و بر آن پای ریزی شده از نظر آیین توحیدی و آیین یکتا پرستی، آنچه که یهودیان رو بر این ساخت و موفق شدن این مردم سالاری در اسرائیل به عنوان یک مدل در خاورمیانه که ما میتونیم ایرانیان از او بیاموزیم، تونستن موفق شدن این کار رو انجام بدن، به خاطر دیالکتیک تلمودی، به خاطر استدلال و منطق و همینطور آنچه که پرسشگرایی یهود در عرض 3300 سال که از مصر بیرون آمدن، که آوای آزادی و صدای آزادی و تساوی حقوق و آنچه که بردهداری رو آمد به کنار زد و منشأ آزادی و جشن آزادی اسرائیل همان جشن فطیر هست، جشن پسح هست رو آمد و پای ریزی کرد. از این رو موفق شدن یهودیان حتی بعد از 3 سال، به خاطر اینکه پای ریزی آن رو داشتن و آنچه که در قبال دنیا بر آنها گذشت در این 3300 سال، به خصوص در 2000 سالی که دور از سرزمین موعودی خودشون بودن، از دوران سلیمان نبی و همینطور از دوران داوود، موفق شدن سرزمینی رو بیان و به اون بازگردن، نه فقط برای خودشون بلکه برای جامعه بشری و جامعه که در حال حاضر به عنوان اعراب اسرائیلی بعد از جنگ جهانی اول 1914 و 1918 که امپراتوری عثمانی تجزیه شد به کشورهای عربی، ما در اون موقع نه عراقی داشتیم، نه سوریهی داشتیم و نه فلسطینی در قرآن آمده، بلکه ترکیه همینطور که آمدن و خودشون رو مجزا کردن از عراق، آمدن ملیگرای پان عربیزم رو ایجاد کردن، همینطور انگلیس و بریتانیا و فرانسه از طریق سایس پیکو آمدند از نظر تاریخی یک نقطه عطفی در تاریخ بود، برای این که از طریق ملیگرایی یهود و سیونیزم و جنبش سیونیستی و از طرف دیگه پان عربیزم، ملیگرایی اعراب امپراتوری عثمانی رو آمدند و منهدم کردند. یعنی به دو دلیل ما میتونیم بگیم